35مین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با حضور علاقمندان به کتاب و کتابخوانی در مصلای تهران برگزار می شود و از هزاران ناشر، نویسنده و کتابخوان از سراسر جهان و ایران میزبانی می کند. این نمایشگاه در سال 1403 از تاریخ 19 اردیبهشت ماه کار خود را شروع کرده و در تاریخ 29 اردیبهشت ماه روز شنبه به فعالیت خود خاتمه می دهد. ناشران و غرفه‌داران از روزها قبل در نمایشگاه حضور یافته و غرفه‌های خود را آماده کردند. ترکیه نیز یکی از شرکت کنندگان در این نمایشگاه است. ترکیه امسال نیز همانند سالهای گذشته با کتاب‌های تاریخی، ادبی، رمان، شعر و داستان از انتشاراتی‌های مختلف در این نمایشگاه شرکت کرده است. بازدید گسترده کتاب دوستان ایرانی از غرفه ترکیه و حضور در این محل نشانه علاقه‌مندی گسترده آنها به فرهنگ و کتاب‌های ترکی است. یکی از این بازدید کنندگان نیز حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران بود که عصر روز پنجشنبه در بازدید از 35مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و با حضور در بخش بین‌المللی در غرفه ترکیه نیز حضور یافته و با مسئولین غرفه گفتگو کرد. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های دریافتی، هر سطح نمایشگاه کتاب تهران برخی از کتاب‌های ناشران ترک آذربایجانی را جمع‌آوری کرده است که این امر موجب واکنش شدید ترک‌های ایران در شبکه‌های اجتماعی شده است. سید مولو، فعال فرهنگی، در این خصوص نوشته است: کتاب‌هایی از قبیل بایاتلار، آذربایجان نغلداره، قصه های صمد بهرنگی، دیوان نسیمی، همه کتاب‌های پروفسور زهتابی، بارلما پنجرسی، آذربایجان تاریخی، آذربایجان جغرافیاسه، تاریخ توران و بخش دیگری از کتاب‌های دارای مجوز چاپ توسط نیروهای وزارت ارشاد از سوی حراست نمایشگاه کتاب تهران جمع‌آوری شدند. همچنین کتاب ایران در پنج روایت نوشته دکتر میری نیز در میان کتاب‌های جمع‌آوری شده قرار دارد. از سوی دیگر حضور آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب و متهم کردن ترک‌ها به ظلم علیه یونانی‌ها نیز واکنش‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است.